اتحادیه اروپا یکی از تمویل کنندگان بزرگ مالی افغانستان در 20 سال گذشته بوده است. اما با روی کار آمدن دولت جدید، این اتحادیه پس از یک وقفه چند ماهه دوباره نمایندگی سیاسی اعضای خود را در افغانستان بازگشایی کرد. و در حال حاضر تنها مأموریت این اتحادیه هماهنگی در ارائه کمک های بشری به مردم افغانستان است. برای بحث بیشتر در مورد وضعیت جاری و چگونگی تعامل اتحاد اروپا با افغانستان گفتگوی داریم با آنا نیومن عضو پارلمان اروپا. تشکر از اینکه ما را به حضور پذیرفتید. Thank you for coming here. Let me start by asking. می خواهم با این پرسش آغاز کنم که ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان چگونه است؟ ما از وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان بسیار نگران هستیم. هرچند بحران بشری و اقتصادی در افغانستان یک چیز شگفت‌انگیز و کم پیشینه نیست، اما به نظر می‌رسد وضعیت بشری در این کشور از زمانی که حکومت جدید در 15 آگوست سال گذشته روی کار آمده بدتر شده است. با دیدارهایی که من با مردم در افغانستان داشتم، نمی‌توانستم حتی تصور کنم که مردم در چنین یک وضعیت بد اقتصادی قرار داشته باشند. Do you meet with the de facto government authorities? تعامل و تمرکز اتحاد اروپا با حکومت سرپرست چگونه است؟ تمرکز من در این سفر این بود که با اقلیت‌ها و مدافعان حقوق زن دیدار داشته باشم و من خوشبختانه با شمار زیاد از مدافعین حقوق زن و همین گونه اقلیت‌ها دیدار کردم. من همچنان با مقام‌های حکومت سرپرست هم دیدار داشتم. خواست آنها از جامعه جهانی این بود که کمک‌های خود را به افغانستان ادامه دهند و از این کشور حمایت داشته باشند، اما من به طور واضح با آنان گفتم که ما تنها در صورت می‌توانیم از افغانستان حمایت مالی داشته باشیم که مطمئن شویم پولها با استانداردهای جهانی به مصرف برسد. آنچه مطمئناً در شرایط کنونی یک چالش است و به نظر می رسد چنین باشد. آیا اتحادیه اروپا از رفتار و عملکرد حکومت سرپرست در 8 ماه گذشته راضی است؟ ما می دانیم که نیاز است با دولت جدید تنها به منظور رسیدگی به مشکلات و چالش های بشری و اینکه بتوانیم به مردم افغانستان کمک را ادامه دهیم صحبت شود و با آنان تعامل صورت بگیرد، اما این هم کاملا برای ما واضح است که نیاز است با گروه های دیگر نیست که در حاشیه قرار گرفتن مانند زنان و اقلیت ها چنین خواهم کرد. لذا ما تلاش می کنیم چگونه صدای آنان را در تصامیمی که ما برای افغانستان می گیریم شامل سازیم. آیا کمک اتحادیه اروپا تنها بشری خواهد بود و یا کمک های هم برای توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟ زمانی که طالبان در 15 آگوست قدرت را به دست گرفتند، یک نشست خبری هم داشتند و در آن تعهد کردند زمینی آموزش برای دختران و کار برای زنان افغان را فراهم کنند و در همان روز نیز تعهد شد که حکومت همه فراگیر شکل خواهند داد. اما من اکنون نسبت به این تعهدات بی‌باور و دچار تردید شدم، اما هنوزم در اتحادیه اروپا این امیدواری وجود دارد که این تعهدات به اجرا گذاشته شوند و به واقعیت تبدیل شوند. اما از همان روز به بعد ما شاهد این هستیم که حرکت و تصامیمی که گرفته می شود در یک مسیر خلاف این وعده ها و تعهدات جهت یافته است. ما نگران آنچه که می بینیم هستیم و این وضعیت را برای ما دشوار می سازد. زمانی که ما دوباره برمیگردیم، توجیه برای درخواست کمک به افغانستان را توجیه کنیم. با توجه به رفتاری که دولت جدید پیش گرفته است و به نظر می رسد دشوار خواهد بود اتحادیه اروپا حمایت خود را از این کشور ادامه دهد. حکومت سرپرست بارها اعلام کرده که تمام شرایط برای کسب مشروعیت جهانی را فراهم ساخته است. آیا شما موافق هستید؟ به چه اساس آنها این ادعا را می کنند که من ندیدم دختران به مکتب بروند؟ من می بینم زنان در ترس و هراس قرار دارند. شاهد ناپدید و زندانی شدن اقلیت ها هستم. می بینم آزادی رسانه ها با گذشت هر روز کاهش می یابد. لذا نمی دانم به چه اساس آنها این ادعا را می کنند. آیا زمان مشروعیت دادن به دولت جدید فرا نرسیده است؟ تا زمانی که طالبان به حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و اقلیت‌ها حرمت نگذاشتند، اتحادیه اروپا حکومت ایجاد شده توسط طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و گام هم در این راستا بر نخواهد داشت. آیا شما فکر می‌کنید که کمک‌های بشری به مردم افغانستان می‌تواند بدون هماهنگی و همکاری با حکومت سرپرست مؤثر باشد؟
While we try to coordinate with the government. ما تلاش میکنیم در هماهنگی با دولت قرار داشته باشیم. ما تلاش میکنیم تا کمک ها در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت بگیرد. ما ارزیابی هایی که از سوی آنها صورت میگیرد را نیز شامل برنامه های خود میکنیم. تنها چیزی که برای ما ناپذیرفتنی است این است که آنها نمیتوانند در مورد تحول دهی این کمک ها به ما راهنمایی داشته باشند، زیرا کمک های بشری بر اساس استانداردهای جهانی صورت میگیرد و ما بر اساس این استانداردها بر برنامه‌ریزی می‌کنیم. بنابر این هماهنگی با دولت مشکل نیست و کنترل کمک‌ها می‌تواند یک مشکل باشد. برخی از کشورها به شمول چین، روسیه و ایران دیپلمات‌های دولت جدید را پذیرفتند. آیا زمان آن نرسیده است که کشورهای اروپایی هم چنین گامی را بردارند؟ We have a small delegation. اتحادیه اروپا یک نمایندگی کوچک سیاسی اینجا در افغانستان دارد. موجودیت این نمایندگی سفرهایی که ما به افغانستان برنامه ریزی میکنیم را تسهیل میکند. ما همین گونه با استفاده از فرصتی که فراهم میشود گفتگوها با مقامهای حکومت سرپرست را نیز ادامه میدهیم، چنانچه گفتگوها را هم با دیگر گروهها در افغانستان انجام میدهیم. اما به نظرم آن زمان نرسیده است که اتحادیه اروپا با حضور کامل دیپلماتیک خود در افغانستان حضور پیدا کند. اگر حکومت سرپرست در مکتب ها را بروی دختران صنوف بالاتر از ششم باز نکند، گام بعدی اتحاد اروپا با عنوان یک نهاد دخیل در موضوع افغانستان چه خواهد بود؟ من هنوز امیدوارم حکومت سرپرست تصمیم خود را تغییر دهد. اگر تغییر نکنند و ادامه دهند؟ من با این امیدواری اینجا آمدم که در نهایت اتحادیه اروپا باور دارد که در آینده چون کشورهای اسلامی افغانستان را احاطه کردند، مقامهای حکومت سرپرست اجازه دهند دختران به مکتب بروند، زیرا زنان یک بخش از انکشاف اقتصادی افغانستان هستند و با تلاش و شجاعتی که زنان افغان دارند امیدوارم آنان این تصمیم خود را تغییر دهند. آیا افغانهایی که با مؤسسات اروپایی در گذشته کار کردند هنوز در افغانستان هستند و آیا شما برای تخلیه این افراد و کسانی که میخواهند افغانستان را ترک کنند تعهد دارید؟ من خودم شاهد فرار مغزها از افغانستان نبودم، اما هنوز شمار زیاد از افراد با استعداد و شخصیت‌های مبتکر و چیز فهم در افغانستان وجود دارند و ماندن را مسئولیت خود می‌دانند و من از این که برخی افراد تصمیم می‌گیرند در افغانستان بمانند خیلی خرسند هستم، اما مشکل کسان را که میخواهند افغانستان را ترک کنند را هم درک میکنم. اما ما از کسانی که برای مؤسسات ما کار کردند و کسانی که تاکنون در افغانستان باقی ماندند تعهد داریم و ما در حال حاضر بالای راهکار کار میکنیم تا مگر بتوانیم افراد بیشتر را خارج کنیم. اگر وضعیت تغییر نکند، آینده افغانستان را چگونه میبینید؟ افغانستان استعدادهای خیلی زیاد دارد. من این کشور را دوست دارم و آرزو دارم این کشور روز به پا بیستد و به پیش برود. آیا کمک اتحادیه اروپا تنها بشری خواهد بود و یا کمک های هم برای توسعه و انکشاف اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟ ما مطمئنا حمایت از افغانستان و کمک به مردم این کشور را ادامه می دهیم، چنانچه ما از مدت ها قبل این کار را برای رساندن کمک به سراسر افغانستان آغاز کرده ایم. اما زمانی که صحبت از حمایت های اضافی و انکشافی و توسعه می شود و اینکه چگونه به افغانستان حمایت بیشتر صورت بگیرد، بله، این به طور واضح بستگی دارد با وضعیت سیاسی در افغانستان. اگر ما موفق به این کار شویم و بتوانیم با توجه به رفتار طالبان سیاست خود را با دولت جدید تنظیم کنیم. آیا انزوای افغانستان که در آن بدون شک مردم افغانستان آسیب بیشتر خواهد دید، می تواند یک اقدام خوب برای اتحادیه اروپا باشد؟ انزوا گزینه برای هیچ کس نیست. ما فشار بر دولت سرپرست را ادامه می دهیم تا حداقل برابر با ارزش های اسلامی در افغانستان رفتار داشته باشند. Thank you, Miss. تشکر آنا نیومن از فرصتی که برای ما فراهم کردید. Thank you very much. تشکر از وقت شما.